مهمونی اومدیم بچه هم خونه تنگوش گذاشته من تو زنگ نزده؟ نه زنگ نزده زنی چی خودت به زنگ بزن خب عزیز من 20 بار زنگ دادم دیگه جواب نمیده دیدی که خب حالش چطوره؟ حالش خوب نیست خون ریزی داره خون همه جای اتاق گرفته دارم چه دیوار رو سفید رنگ میکنن خیلی ببخشید دفعه دیگه میدم براتون بنفش رنگش کنم چی میکنی؟ ببین من خیلی عصبیم من بدم یه سیگار بکشم بابا 18 ما گذاشته هنوز نمیتونی خود رو کنترل کنی؟ نه نمیتونم من چه کنم که؟ مگه من باید دارم؟
با برو در باز که من نمیدونم من نمیدونم من باید فکر کنم هر چقدر دلت میخواد فکر کن چون من یکی که فقط میتونم جواب دکتر دادی رو بدم در باز نمیکنم ببین الان یا گلنه یکی از مهمونان باید در باز کنیم من نمیدونم اینا بهترین دوستای صمیمیشن دارن میان به دهمین جشن سالگرد ازدواجشون من هیچ کاری نمیکنم عزیز من خودکشی ناموفق جرم قضاییه تا زنگ از رسوایی که به بانیاد بگذاریم چارلی معاون شهردار نیویورک موکل منم هست بهترین دوستم هم هست نمیره باید برای کمک بشه هیچ کاری بکنم اونی چند دقیقه نقشه یه میزبان بازی کن تا من برگردم برم چه خاکی میتونم تو سرم بگیرم عزیز من در یه خدمت کاری اینجا تا یه نوشیدنی اینجا من برم نقشه چه میزبانی رو اونجا بازی کنم آخه حرفا میزنی یا عزیز من شما خودت وکیل یه چهار تا جمله پیدا کن سرشون رو گرم کن دیگه سخت نگه من زود برمیگردم برو یه دمپایی پای چارلی کن خودش بیا در رو باز بکنه میشه آروم باشی؟ آه کلر عزیزم وای چی از خوشگل شدی چی میگی باز بکنه؟ آه تصادف کردی ای نمو بایی بیا تازه دور بخلیمش آخه دستان رانده داغون شده آخه حالا به چارلی و مایرا چی میدم؟ نه میخوام یه چرش رو خراد کنم چی شده ازم تو زخم شدی؟ لبام داره برم میکنه اینه نوازنده ایتا رو فت شدم نزیزم ما چی خواهم کنم؟ بچه هم برده یکم اینجوری بمان خوب میشه میشه نارزم خوبی خوشگلی لنی کجاست؟ لنی؟ گردنش کشیده شد آروم آروم رفته فکرشو بکن کردن این دور گردنش پیچیده شد صاف کشیدش بالا چاکی مایرا سلام چرا اینجوری شدی سلام کشیده شدی یه طرف لعنتی اینطور نوشیدنی میخوای عزیزم نه عزیزم فکر نمیتونم بتونم قوتش بدم بیا، اینم کادشون. یکی قوطی چسب واسه شو بیاره خیلی کادر قشنگی میشه. فکرشو بکن داشتم من که زبونم از دست میدادم. از این باش بادم که از دادم دیارم دادم. یک ماشین صفر بدون لک. خانمای آلمانی تو مونیخ برقش انداخته بودن. حالا نگاش کن. شبیه یاد بود جنگی. اما یه زنگ بزنم به دکتر دادلی نمیشه. الو لئوناردو گانس هستم قربان بله با دکتر دادلی میخواستم صحبت کنم میدونید میتونم چه کنون ساعت پیداشون کنم؟ بله لطفا بگید با من تماس بگیرم شماره تماس این 241-41-41-41-41 مرسی خدا نگهدار من هیچ چیزی نمی‌دونم. من هیچ چیزی نمی‌دونم. 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 هیچ چیزی خب چون مامانش رفته ژاپن اونم الان رفته ژاپن دیگه فقط بادار میتونم نگاه کنم کلر رو میبارم شب فقط آدم قد بلند جان مهمون هیچی نداری بخوری چوبشونی آجیل چیزی کن کجاست؟ کن تو دست شدی چارلی و مایرا کجا؟ چارلی و مایرام دارن آماده میشن دارن لباس میشن حاضر نشدن هنوز؟ بابا مایی تصادف کردی با اینا سر ساعت رسیدیم ها چی هم که نه داری بخوری من از صبح سه تا حسابرسی مالیاتی داشتم با این اداره لعنتی باورت نمیشه کجا داری میری؟ دستشویی تا الان حتی وقت دستشویی رفتن هم نداشتم باورت میشه خب از این دستشویی اینجا استفاده کن دیگه کجا میری؟ کم اینجا نیست نه کم داره از برای دستشویی طبقه بالا استفاده میکنه چرا از این کسی کنه؟ برای اینکه خیلی دستشویی داشت بعد دوید رفت طبقه بالا خیلی دستشویی داشت که خیلی نزدیک داری کنید عزیزم میدونی دیگه آدم وقتی خیلی دستشویی داره دوست داره فقط بود و اینم دوی این بحث طبقه بالا نمیگه یه که دیگه باشه به هر حال دکتر دادی اگر زنگ زد خبرم کنید برمیگردم
نه تو جاولی، اسم شلختگیه ولی رسوایی نیست. خب من خیلی هم مطمئن نیستم رسوایی نباشه. فهمیدی نمیدونم راجع به چی داری صحبت میکنی؟ شنیدم، همه حرفا رو شنیدم، شایعات رو هم شنیدم، شنیدم چه مزخرفاتی پشت سرشون میاد. ولی بابا نمیخوام اینا رو باور کنم. ما سلامتی چارلی دوستم، من مایرا خانم دوستم. تو چی شنیدی؟ هی من همه چیو با شما بگم. چارلی فقط توی کار مالیاتی اینا که من بهش کمک نمی کنم، مسائل خصوصیش رو هم با من صحبت می کنه راجبش. عزیزه من که مشاور مالیاتیش نیستم، بگو چی شنیدی. ببین مایرا دوست شما خیلی بالاست، یه چیز کوچیک داره. چجور چیدی؟ یه دوستی، یه بابایی، یه کسی. مالا آره مایرا، ما اینو به این کسی چه ارتباط خاصی نداره. این دوست تو چارلیه که داره گند صورت حساب یه هتل رو در میاره. چارلی چارلیه طفله که به یه زنه دیگه حتی نگاه نمی کنه. ممکنه نگاه نکنه ولی باش. چی رو میگی؟ این از کجا شدیدی تو؟ یه نفر تو ایزو مش آدم ناقضه و خرخون که میشینم پشت سرم صحبت میکنم. وای کی اینو به تو بخوندم؟ هارولد گرین. هارولد گرین؟ هارولد گرین میگه بدون علاقه بس به زدیه ایزا سفتی بشه بشه بردم یک عضو وکالتی مردشور که میشینه تو جلسات و پشت سر دوستای من شایعه پخش میکنه. کارش چی؟ اونجا چی کار داره میکنه؟ تو ایزا که کار خاصی این کنه، تو جلسات میشینه بیسکویت یک عضو وکالتی که میشینه فقط تو جلسات و بیسکویت میخوره و بعد پشت سر دوستای من شایعه پخش میکنه. شغلش چیه؟ BMW سلام بچه ها. سلام.
کسی جدیدی نه ایمده؟ کسی که به گفتنش بیارزه نه مشکلی که شما دیگه؟ مشکل نه که اینجا هیچ مشکلی نداری یعنی جدا از این حوالی که نه تو پیداته نه کریس میزبانم نیست هیچ غذایی هم تو آشپزخونه نیست آره باید بگم یه مشکل پیش اومده دینم دار تمام کنم بشینی کله لن بشینی باید یه چیز رو بهتون بگم باست کله میکشی آه آی وا شد تا خب کل بگو چی شد بگو شما بچه‌ها، ما اینجا یه مشکلی داریم آها من یه دقیقه پیش به شما چی گفتم که در خانم؟ گفتی آها بچه‌ها، چارلی تیر خورده تیر چارلی مرده آمد فرزانه سرش! باشه شادی! باشه شادی! عزیزم من چرا اینجوری میکنی میگم حالا خوردی؟ نه نه یه جراحت سطحیه باشه! اینجوری خبر میدم؟ خب حالا دقیقا تیم کجاش خورده؟ تیم خورده به لانه گوشش! لانه گوشش؟ من گوشم سوراخ کردم اصلا هم در نداره! من میدونستم اینطوری میشه من میدونستم اینطوری میشه راستشو بگو این کار کردم کی؟ بابا کی میتونه این کار کرده باشه؟ مایرا مایرا؟ مایرا چرا باید به چارلی شلیک بکنه؟ خب بگه نشده قضیه رو نه چه شلیک میکنی نه من شلیدم که چارلی مشکل هات بگه نفر داره هات نیست کسی به تو نگفته هات بوده نه تو هم نشده از کسی که هات بوده یه دوستیه یه رابطه خیلی سمیمی کی بهم گفته اینو؟ کسی به من چیزی نگفته من فقط شنیدم که مایرا با یه بابایی تو رابطه است ولی من شنیدم که این چالی بوده که با یکی تو رابطه بوده از کی شنیدی؟ از کارول نیومن یه زنه توی ایزا اون یه زنه نیست اونم چیزایی به من گفته که هرولگیری بهش گفته هرولگیری چیه دیگه این وسط؟ هرولگیری یه گزب وکالتی مردشوری که میشنه تو جلسات و فقط بیسکویت میکنه و هیچ کاری نمیکنه و بعدم پشت سر دوستای ما شایعه پخش میکنه ولی به نظر من این چالی بود که رابطه بوده، مایرا هم عصبانی شده و شلیک کرده اه، میشه بس کنی؟ اصلا مایرا شلیک نگرده که چارلی خودش شلیک کرده خود... یه خودکشی خودکش... خودکشی اینا چارلی چارلی جمع کن شوهره توی چه نیجوری میکنه عزیز من باشو بینه حالش خوبه همه یادش از زیر گونه هر روز گیرین مسخره است من این رو مجمع بعدی اخراج میکنم من رأی جمع میکنم نگاه کن الان وای میشه بریم سر قضیه اصلی اینجا بابا ما نمیدونیم چارلی چرا با خودش شلیک کرده بابا پلیس زنگ زدی پلیس نه حالا تو این وضعیت مایرا هم نیستش مایرا رفته یعنی چارلی به خودش شلیک کرده بعد مایرا خونه رو ترک کرده ترکش کرده الان که چارلی بیچاره اون بالا دراز کشته با یه گلوله تو گوشش گلوله تو گوشش نیست رد شده از تو گوشه تا ما گوش کنیم یکم به من اصلا شاید ماریا مار مایرا ندونه چرا این شلیک اتفاق افتاده منو کریس داشتی میومد یا تقصه نشلیکه بگی از ماشین پیاده شدم اومدم در جلو رو باز کنم هرچی باز کردم دیدم در قفله رفتم پشت خونه شیشه آشپزخونه شکستم اومدم تو من دیدم اون شیشه شکست است فکر کنم خیلی اون شکسته نمی‌دونستم تو می‌خواستی بیای اون موقع اون شکست تو دو دقیقه چی نگو ما صحبت می‌کنیم نتیجه رو من به تو قول میدم بگم هیچی نگو خب بذار ببینم تو با ماشین میومدی دیدی که در بسته بود رفتی به حیاط پشتی شیشه رو شکستی اومدی تو بعد دیدی که چارلی اون بالا دراز کشیده تو اون بالا در رو تخت نشسته بود یه تلویزیون هم جلوش روشن بود از این برنامه‌های تبلیغ مسیحیت چند تا قرص والیوم هم گذاشته بود کنار تختش روی میز کوچیکه بعد تفنگ دستش بوده فکر کنم میخواسته بخوابه چند تا قرص انداخته بالا بعد خواسته به خودش شلیک کنه خوابش برده تا سر تو گوش خودش
به پلیس خبر دادی؟ پلیس نه بابا، یه جنایت سنگینه. ما نمیخوایم علنیش کنیم. ما داریم راجع به معامل شهردار نیویورک صحبت میکنیم. کسی که عکسش هم میشه صفحه اول نیویورک تایمز با کد شلوار قشنگش بود. خب منم به خاطر همین نمیخوام علنیش کنم. خب بزرگوار اگه زنگ نزنی که هممون شریک جرمیم. ببین اگه تو نمیخوای زنگ بزنی من خودم میرم زنگ میزنم. بی‌تربیت. بی‌تربیت تو به من میگی چیکار کنم چیکار کنم؟ من هر چی بهت دلم بخواد میگم. یه بولبو استیشنه. نه نه ارمی و بیکی هن. آره عزیزم یه لحظه میتونی بیا؟ زیر لباس مایرا مشکل پیدا کرده. نه مشکل پیدا نکرده. چرا عزیزم مشکل پیدا کرده؟ بیا دیگه. بابا اونا همه چی رو میدونن، مشکل پیدا نکرده. یعنی چی میدونن؟ یعنی میدونن که زیپ لباس مایرا مشکل داره؟ نه بابا در مورد تیراندازی و چارلی و مایرا و همه چی میدونن، بهشون گفتم. یعنی چی بهشون گفتی؟ واسه چی گفتی؟ حالا فکر کنم من دروغگوام. ول کن این حرفا رو. چیست؟ حالا چارلی چطوره؟ کجاست؟ نمیدونم. حالش خوب نیست. مثل بچه‌ها تو تختش خوابیده، بالشش رو بغل کرده، دور شستش رو میکنه. اندرنی و بوکی دارن میان. اصلا باورم نمیشه بوکی همچین لباس مزخرفی پوشیده برم شد. خب حالا چی بگیم بهش؟ بگیم. آره چرا که نه، ارمی روانکاو چارلی آدم ها چی به روانکاوش بگی محرمانه میمونه. هرچی که بیماراش به روانکاو بگم محرمانه میمونه. بیمارش که الان بالا انگشتش تو دهنشه. خب بالا چیکار کنیم؟ سنگ دارم میزنم. چیکار کنیم؟ به ارمی بگیم کوکی یه برنامه آشپزی داره. اگه به کوکی بگی میخواد تو برنامه آشپزیش برای همین دوستا رو تعریف کنه. عزیز من تو فکر میکنی کوکی تو تلویزیون تو برنامه آشپزی دستور پخت خودکشی میده؟ بابا تا وقتی که نفهمیدیم چه اتفاقی افتاده نمیگیم. باید اول مطمئن بشیم بعد که فهمیدیم همه میگیم. آره بیایم وانمود کنیم خوشیم. بیایم وانمود کنیم شبیه یه مهمونی واقعیه. آره فقط صبر کنید. من میرم تو اتاق ببینم چه بتونم از زیر زبون چارلی بکشم چه اتفاقی افتاده. بعد که رفتم درو باز کنید. ببین قرصای گالیوم رو گذاشتم از کنار دستش تو جعبه کمک های اولیه. قرصو تو جعبه کمک های اولیه قایم کردی؟ چه جای خوبی؟ صبر کن. خب باز کنم؟ آماده ای؟ آره داشتم میگفتم. آره ما کنم. اصلا مایرا لباسشو بپوشه الان میام.
چی شد؟ اسپاس! اسپاس! آه! بچه ها من میگم هوا بیرون خوبه، هوا بیرون خوشه، باشیم بریم بیرون بشیم گپ بزنیم دور هم، خیلی بهتره. باشیم بریم، باشیم بریم. دوستان چه خبره امشب اینجا؟ ببینیم بیرون؟ آره بریم بیرون. بکنی نفهمم یه مشکلی پیش اومده ها. منظور چی بود؟ من اومدم میگن که داستان موسیقی شما رو من نشیدم تو مشخصا میگن بعدم که هر سه نفری میرین که برای من آبجو بیاری یه اتفاقی افتاده شما داری نما پنهان میکنی چرا نمیدونم اتفاق نشده دکتر به این گرونی شدی عزیزم اتفاق شده خب دیگه بچه خب داستان امشب خودتون تعریف کنید دیگه داستان امشب داستان امشب چیه؟ سورپرایز امشب مهمونی چه سورپرایزی داره؟ سورپرایز دیگه خیلی قاطی پاتی شده کلیه جو خدا تعریف کنم نه تو بیان هر از من تعریف میکنی عزیزم فکر کنم من بیتره بشیم 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 گوزن 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 بیا 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 بزن 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 بشیم خب مهمونی چه سورپرایزی داره؟ مهمونی ببین عزیزم چارلی و مایرا امشب تصمیم گرفتن که هیچ خدمتکاری اینجا نباشه ببین نه مایلی اینجاست و نه هیچ خدمتکاری دیگه فقط ما تک و تنهاییم و تنهاییم اینجا خب این جالب نیست چیش جالبه ببین ما تصمیم گرفتیم که یعنی که ما اینجا تنهاییم خب یعنی که ما خودمون باید این مهمونی رو بگردونیم بدون هیچ خدمتکاری مثل قدیما مثل قبل از پولدار شدنمون چه روزای خوبی بود قبل از موفقیت بهتر از بهترین روزای زندگی بود قبل از پولدار شدن نه 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 قدیما مثلا از روزا خوشم نمیاد به موفقیت رو دوست وای عزیزم ببین الان چقدر حریصانه تره خودخواهانه تره تنبل تره هیچکی نمیخواد هیچ کاری بکنه چی میگی تو؟ من روزه 14 ساعت کار میکنم هفته 37 وعده غذا میپزم تو برنامه تلویزیونی غذا میپزم واسه همسایه هم غذا میپزم واسه سگ هم غذا میپزم من دنبال یه بعد از ظهر آسوده بودم خیلی خوب نمیخوام خراب شدن این مهمونی بیفته گردن من بگی مهمونم باید چی کار کنی؟ خب باید آشپزی کنیم همونطوری که کریس گفت چی بپزیم؟ همه چیز هست تو آشپزخونه همه چیز هست اردک، شامپون کبابی، قلمون دودی، پاستا، کوکتل همه چیز هست دیگه شامپون کبابی و اردک آقا اینا کلسترولش برای خیلی زیاده ارنی جان ما که نمیدونم میگه بعضا افزایش طول عمر داشته باشیم ما نمیدونم خوش بگذاریم شما هم که چیزیت نیست فقط من نمیدونم چرا ما بهترین لباسامون واسه آشپزی پوشیدیم کوکی عزیزم اون بهترین لباس تو نیست یه لباس 50 ساله لهستانیه دیگه اوه 60 ساله روسی عزیزم یه لباس موضوع مناسبی به بحث کردن خب من که نگفتم نمیخوام آشپزی کنم ایشون که نگفتم نمیخوام آشپزی کنم شما چرا سر این قضیه همه تو این قضیه عصبانی میشد بچه چه میکنید نه که از این طبیب گروه درمانی بشه خانم شما از همه بهتر میدونید این شبیه یک گروه درمانی نیست نکنه نیازی که اسم ببرید تک تک افرادی که شرکت میکنن در جلسات گروه درمانی شما رو چیه چرا همتون به من و ارنی حمله میکنید ما تازه را رسیدی چرا قصد سر صدا میکنید دیگه دارین سورپرایز چایلو مایرا رو خراب میکنید کدوم سورپرایز این ایده خودشون بود خیلی خوب من خودم همه آشپزی رو به عهده میگیرم ارنی جان هم پذیرایی میکنه خب خدا شکر ازم هیچ شما نخواست همه کارا رو خودت بکنید خب اگه میخواد بکنه چرا کنار بذار آره چرا کنار راست میگه میخواد که شما همه جا رو تمیز کنه صدای چیز بود صدای اگزوز بود تو اتاق اگزوز در خواب چارلی آقا من دارم
ببین اینطوری که اگر هم اون بالا دیگه نه که هست کیس از چارلی از مایرا اگه ما بدیم دیگه مهمونی خراب میشه. این اصلا چیزه، این هست، این صدای چیز بود، این صدای بادکنک بود. بالون شب سال نو من یادت اومد؟ نه نه نه، ببین یه کاری می‌کنی، مثلا یه کاری می‌کنی تو کوکی بری تو آشپزخونه غذا رو آماده کنی، من این نوشیدنی هم برام بیار، من برام ببینم چه اتفاقی افتاده. کلر عزیزم تو هم موسیقی بذار خودت مشغول کن لطفا. خب من برمیگردم. باش اینجا باش. من هنوز دیگه صدای شدید شما بس کنید آشپز خونه، من با اینا همه شو صحبت کنم تا کنم شما هم بعدا برام اومد دمپایی چالی سر خورد، تفنگ کنار گوشش در رفت، از هر دوتا گوش کره. چی؟ کنی چالی؟ وای، کن دیگه، چالی که از بوزی بالیون میوشه. ما خب پس چرا فیرس خواست بالا؟ به خاطر اینکه نمیتونه صداشو پای تلفن بشنوه، خواست که با دکتر صحبت کنه. ببینم، نمی... نوشیدنی من رو نهی بود؟ نه نه یه کجاست خودش؟ نمی... توش هست من است. آشپز خونه؟ چرا میگم توش هست من؟ یه جلسه با گونی جوشش شد. همشون اینجا الان؟ نه پشت تلفنه. پشت تلفن هست، تو خودت سرگرم کن، من میرم زود برمیگردم. خب من صدای لنی جان رو شنیدم، این آبجو شو بردم ایکو لنی؟ الان برمیگرده، الان برمیگرده. آبجو شو من میگیرم، مرسی. خوبه، خوبه، نه خوب نیست. برساش دادم که مصرف کنه، ریخ تو سس همه. خوبه دیگه، همه بود از شهر سردرده همون خلیص. گفت صدای چی بود؟ شلیک؟ صدای شلیک بود؟ نه، من همونی که تو بکردی صدای شلیک بود و گفتم. صدای چی بود؟ صدای قوطی خمیریش منفجر شد. قوطی خمیریش؟ شستی؟ من نمیتونم باور بکنم. ایدی جان، اونا پشت خط دارن دعوا میکنن، تازه چمشون پشت بریم. خیلی طول نمیکشه، صبر کن. فکر میکنی خیلی طول بکشه؟ نه، طول نمیکشه خیلی، من حوله میارم واسه درست میشه، صبر کن. شما اگه برم تو اتاق قسارت کنم تو تخوب بشه؟ آره برو، بیا برو، برو، برو تو اتاق. آبجوی من کو؟ آبجوی اینجاست؟ نه، آبجو، آبجو. برو تو اتاق. بابا تو وقتی نفهمیدی چیزی با آبجوی اینجا به چارلی نگیا. نمیگم چیزی، برو. خب کنم که نمیدونه، کن داره لبخونی میکنه، فکر نمیکنم الان بتونه آودیو تشخیص بده.
بیا. این دیگه چی بود؟ این چی بود؟ باش این کوکیم سر رو منفجر کرده. سوختم. بیا. سوختم. چی شده؟ سوختم. چی شد؟ چه اتفاقی افتاده؟ کوکی داشت آشپزی میکرد، بعد کیسه یخ دستش سر خورد. روی یخو سر خورد. بعد سینی فر دستش افتاد. داشت میافتاد روش. من گرفتم دستم سوخت انداختم رو میز خورد به پارچ پارچه شکست ریخ رو دستاش دستاش خون اومد من برای اینکه جلوی خون رو بگیرم اون هوله رو گذاشتم رو دستش الان اومدم میرم شما باند دارین با پماد آه چقدر این اتفاقا سری میفته اصلا نمیدونم یکی من درد داشته باشه کنم بتونه صحبت کنم باند باند نه نیم یه بود باند رو بیا خب باند رو میرم میارم فکر میکنم داستانش ادامه داره میرم میارم سب جا آس میخوام شما نوشیدنی میخواست نه 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 تو حالا چیزای مهمتری داری بهش بکنی با کله برو برو بید برو ببین کی داره میاد برو نه اینکه اتفاقای خوبی در راهه خیلی سخت شده دیگه شبیه یه جوخ سرباز شده که به نوبت جا عوض میکنه گلن کوپره گلنه؟ آره وای 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 شنیدی گلن قرار نماینده ایالتی سنا از اون پوکیپسی بشه چیکار کنی؟ چیکار کنی؟ همین مونده بیاد اینجا تو این پروژه نافرجام خودکشی هم شریک بشه دیگه آینده شدوشو بعد برای همیشه ببوسه و بذاره کنار ببین تو برو دم در من برم دستشویی خیلی دستشویی تو برم دستشویی من اصلا فکر کنم دستشویی نرفتم چرا تو دستشویی مایلی رفتی دیگه تو رو از این طرف باز کنه جهنم بیا بریم چارلی وای هیچی نمیشنوم ببین یه دریچه فاضلاب نزدیک گوشم منفجر شد وحشتناکه نمیفهم چی میگم دریچه فاضلاب منفجر شد بله شنیدم ازت پذیرایی کردن
آره پیش خدمت. وای دیدی هیچ پیش خدمت اینجا نیست. اونا یه جایی تو شرق هم شرق فکر کنم این قاطی کرده. چایی؟ دلم خیلی چای میخواد. ببینم لیلی کجاست. زود برگرده باش. میتونم بیام تو؟ آره بیا تو. کیه؟ گلم شما؟ سلام گلم خوبی؟ من کریستم. سب که الان میام بیرون. سب کن. سلام خوبی؟ کی اومدی؟ نفهمیدم بله در برات باز کرده بودن. ببینم اینجا چه خبره؟ چه خبره؟ تو اصلا کی رو دیدی؟ من یه ثانیه لینی و کنا دیدم با پیش خدمت مایدی. تو پیش خدمت مایدی رو دیدی؟ حالا کار با دستشویی تموم شد؟ آره من آره آره قفلش کردی؟ کیه؟ یه درست شما؟ من کلرم گرم یه دقیقه سمتون هم سلام سلام بقیه کجا؟ لن و کن رفتم بالا تو اتاق چارلی و مایرا. مایرا خیلی هیجان زده به نظر. تو مایرا رو دیدی؟ ندیدمش ولی صداشو شنیدم داشت با بچه ها حرف می‌زد. تازه مایلی و پیش خدمت هم رو دیده. پس ارنی رو دیده؟ ارنی؟ من فکر می‌کنم پیش خدمت باشه. پس یکیش که حد شد. ببینم اون بالا چه خبره؟ ببین اینا رفتن یه برنامه تلویزیونی پخش میشد خیلی جالب بود رفتن اون برنامه رو تماشا کنن. خب امشب الان تقریبا یه مهمونی کامل داری درسته؟ آره جان شما اون بالا چی می‌بینید؟ کدوم بالا؟ تلویزیون. همون برنامه که رفتی با چارلی و مایرا تماشا کنین دیگه همون برنامه. آها 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 آره یه چیز بود یه در واقع از این ویژه برنامه بود شو به شبکه پیستی راجب این آقاهه که اسمش چیزه در مورد هیتلر بود. در مورد هیتلر بود. شما تو دوامی سالگرد ازدواجشون هیتلر میبینید؟ نه 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 راجب کودکی هیتلر بود یه شخصیت کاملا جدید از این آدم. دوستاش هم داره حاضر میشه. این نوشیدنی شما مجنونم خواهش. اینجا شما بان داری یا نداری؟ بله روی هیتلر باده روی تلویزیون باده الان میرم میاد ببین ببخشید تو رو با پیش خدمت اشتباه کردم. اینا تصور درست هم از من روانکاوم. منم یاده نه مسی خانومه چیکار میکنم؟ ماکارونی ها دارن میدوشن اما بوغلمونه هنوز یخش باز نشده. دستشو میگن. آها چیزی نیست یکم انگشتش کج شد. فکر کنم بهتر باشه پزش ببیندش. دکتر چارلی همین نزدیکی از دکتر دادی بهش یه زنگ بزنیم. ما بهش زنگ زدیم. شما به خاطر انگشته کوکی به این زنگ زدیم؟ نه برای گردن لنی بهش زنگ زدیم. گردن لنی؟ گردن لنی کج شد به خاطر گوش کن زنگ زدی کن کر شده. ببین عجیب نیست بودی خمیریش تو صورتش منفجر شد. من فکر کنم درجه فاضلا بوده. نه 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 خب درجه فاضلا بود بعد فشار درجه فاضلا خیلی زیاد بود بودی خمیری منفجر کرد. اولین بار من دارم اینو میشنوم. پیدا کردم فکر کنم اینجا داره اتفاقات هیجان‌انگیز میفته. چطور؟ شما راستی گرفته نیستی یا مجردی کیپسی نوزده فلان یا لکی درسته آقا من یه دوستی دارم شما رو خیلی خوب میشناسم. جدی کیه؟ آره آقای هارولد گرین. هارولد گرین میشناسم. آره ما با هم تو دانشگاه پنسیلوانیا درس میخوندیم و خیلی وقت هم ازش خبر ندارم. حالا اون داره چیکار میکنه؟ الان در واقع یک عضو وکالتی محترمه که هیچ کار نمی کنه نگرد نمیشه داشت بود. جدی تو انجمن شما؟ آره بی شما. آره بی شما. ارنی جان کوکی بالا تو آه کوکی خیلی عوض میخوام میبینم به تو. آره وای من نمیشتمم یکی شربت بده جان میفهم بیا بشین موشت چطوره؟ موشم خوبه ممنون. بکنم بهتر باشه یه قطعه گوش بهش بدید.
تو میرفتی اون بالا تو گنجه دارو قطعه گوشی چیز نهیدی؟ قطعه گوشی نبود نه من میرم بالا نه 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 چیز بود یعنی اینطوری بود که من رفتم گشتم نه نه رو نگرد نیست یه گربه اینجاست گربه؟ کن صدای تلفنه تلفن استخون؟ بابا گربه از سکه نیست باشه من برمیدارم پیشی ما هم گوش نمونه رضا اینجا نیست الو 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 سلام چطوری؟ مرسی هری جوان هست از من زوری آره باشه چالی و مایرا بودن اینجا توی چیز کلر بهشون بگی کنیم با چالی رو رو کار داره هری جوان چطور خیلی خالیه چشم واقعا محشریه شو خواه کشونه به من ندیم بچه ها تو یه سال میرسونم برسه من سال یه سال میرسونم من وزیفه من جا دارم سلام بچه ها خوبی آره به ما خیلی خوش میگذره خیلی جشن خوبی داره بیا بیا چون که نمیشتنی پارک بزن بیا الا چرا شام تازه؟ بچه شام میشد الا چالی زنده است مرده هیچ صدایی از تو اتاقش نمیاد نه؟
ایوا راست میگه هم با ایشون ما اینقدر مشغول شام شدیم و صحبت فراموش کردیم چارلی عزیز اون بالا یکی بیا بره بالا ببین چه خبره بابا من میرم صبر کن آقا بس من میرم بالا ببینم چه خبره بابا صبر کن بیا اینجا الان ما تو موقعیت خیلی حساسی هست. آینده نه تنها چارلی بلکه آینده همه ما بستگی به این داره که بدونیم وضعیت رو چجوری سر و سامون بدین. منظورت آینده خودته؟ نه من آخرین نفر بودم که اصلا اینجا اومد اصلا چی هم خبر ندارم. به من و علیه تمام مدت داشت آشپزی کردیم هیچی نشدیدیم. من هم اینطوریه که میخواستم صبح زنگ بزنم به پلیس خالی کن نزاشت دیدیم که آره لنی میخواست به پلیس زنگ بزنه هیچ کنون نزاشتیم یعنی چی؟ این چه وضعشه؟ یعنی میخواید همه این مسئولیت رو سر کن بندازید؟ همه کاسه کوزا رو میخواید سر کن بیچاره رو بشکنی؟ نه شایدت نداری ما همچین چیزی نگفتیم در واقع چیزی که من گفتم اینی که کن تو این موقعیت از همه منطقی تره واقعا که متاسفم کنی همچین دوستایی مثل شما داره اون تمام مدت سعی کرد از شما محافظت کنه شما چیکار میکنی؟ کن عزیزم تو که چیزی نشنیدی؟ گله با تو آقا جوابشو بده وای گوش برو این قشنگ رفیق مایرا واقعا اینطوری فکر میکنی؟ آره
چهره دیگه ببینی، این مایرا بوده که تمام مدت رو برنامه انتخاباتی گلن کار میکرده، اونم دو سه روز تو هفته تا نصف شب. راست میگی، چارلی هم که احمق نیست، اون میفهمه مایرا رو طلاق میده، خدمتکارا رو مرخص میکنه، بعد سری جان مقصد خودش دارید میگید آقا این فرضیه است، این فرضیه شما؟ این فرضیه خیلی خیلی خطرناکه من، نه لیلی جان؟ نه ای، نه؟ ندارم جنسی چه حسی نداری؟ آقا من میرم چارلی رو بیارم برای ما توضیح بده چه خبر شده چارلی چی؟ کجا میری؟ کجا میری؟ تا جایی که به چارلی مربوط میشه اون اصلا نمیدونه شما چیزی راجع به تیراندازی میدونی راست میگه من طرف رفتم بالا یه کلمه من نگفتم اون مدل یه بالش رو گوشش بود یعنی نمیدونه ما از همه ماجرا خبر داریم قطعا ایشون میدونن که ما آمدیم نه مایرا خانم اصلا خدمتکارا هستن هیچی نیست ولی اون نمیدونه که شما راجع به تیراندازی به خودش هم چیزی میدونی وای چقدر تو هم حرف میزنی منظورم اینه که من بهش گفتم به کسی هیچی نمیگم بعدش راست رفتی و به همه گفتی من فقط به تو و لنی گفتم با اون لنی رفت همه گفت وقتی من رفتم همه گفتم این تو کر بودی بعد که لنی به همه گفت بعدش شده همه گفتی باز که تو هم حرف زدی بابا منظورم اینه که تا وقتی که چارلی اون بالا فکر میکنه که شما این پایین نمیدونی که چه اتفاقی افتاده من متوجه شدم ما هم هیچ بهشون نمیگیم ایشون الان وضعیت روحی خوبی ندارن نمیتونم برای ما توضیح بدم ما به نقش خودمون ادامه میدیم و حالشون خوب شد خب آره پس من بعد اولین نفری باشم که میره بالا بعد وقت میرم بالا اصلا میپرسه که اون پایین همه میدونن چه اتفاقی افتاده جناب یلن یه چیزی شده باور چقدر حرف میزنی؟ نه چی داشتم میگفتم؟ ایشون گفتی شما میری بالا؟ ایشون گفت که من میرم بالا بعد بایره ماما بعد چالی میگه که اون پای همه میدونن آه فهمی نفهمده بعد اون من میگم نه بعد اون میگه خب وقتی من پایین نیستم بایره پایین نیست خدمتکارا پایین نیست خب چی بهشون گفتی؟ من متوجه شدم به حال آرامش کنم کاملا فهمیدم همه چی تحت کنترله شما تشریف میبرید بالا ما میخوایم که چارلی ندونه که ما میدونیم شما میری بالا چارلی از شما پرسی که دوست عزیز کن بچه ها خبر دارن پایین چه اتفاقات شما میگی نه من بهش هیچی نگفتم میگی چطور ممکنه الان این همه وضعیت اینجوریه چطور هیچ کی نفهمیده شما خدمتشون میگی که آقا من به اینا گفتم که چارلی امروز از روی گوشش یه دونه یه زیگیل بزرگ بی خطر حالشون خوبه یه زیگیل بزرگی بی خطر عمل کردن و دارم استراحت میکنم مایرا خانوم تفلک لگن والدهشون امروز میشکنه میبرشون بیمارستان بعد خب شب ممکنه باید مجبورن وقتی شکسته باید اونجا بمونن خدمت کارا میبینن که آقای اتفاقا افتاده دیگه خب جشن کنسله دیگه میذارن میرن انقدر سریع این اتفاقا میفته این تفلک ها فراموش میکنن با ما تماس بگیرن حرجی هم بهشون نیست بالاخره اینا مصیبت یهو نازل شد بعد آقا چیز میکنه ما میایم میبینیم که ای همه چی هست ولی هیچی حاضر نیست میگیم خب بالاخره یه زحمت کشیدن ما نذاریم هدر بره خودمون همه مهمونی رو راه میندازیم چطوره همه داستان خوبه ولی من که باورم نمیشه لگن مادر مایرا شکسته باشه چطور خب اون 6 سال پیش مرد خب لگن پدرشون شکسته اونا تو کالیفرنیا زندگی میکنن خب مایرا خانم هیچ فک و فامیلی چیزی تو این شهر ندارن اینجا زندگی کنه دم دست باشه چرا عزیزم دخترم فلورانسش اینجا زندگی لگن فلورانس خانم شکست مایرا بردش بیمارستان وای عزیزم دخترم فلورانس خودش شوهر دیگه چیزی شده شش برچ بیمارستان دیگه خب میتونی به یه چیز دیگه فکر کنی؟ فکر کردم به لگن و بابا و مامان و همه چی دخترم هیچون راضی تو نمی کنه خانم خب معلوم عزیز من این داستان تو نه منطقی داره نه اصلا هیچ قسمتش قابل باوره قابل باور نیست که عزیز من منطق نداره؟ نه قابل باور نیست؟ نه دوست عزیز اوه! از این اون مارا دوچار فشار عصبی و شوک عاطفیه منطق براش یه پابازی نمیارزه بسایده من ببخشید من این مقدار کنترل خودم و دست رو حوز میخوام یه صدایی میشنوم فکر کنم صدای ماشینه شاید مایرا باشه شاید مایرا باشه مایرا تو درده سرم داری آقا چی؟ پولیس! پولیس!
نیستم. من گفتم بیا زنگ بزنیم، دیدم شو یه زنگ زدن. اما آرامش خودتون حفظ کنیم. ما الان باید بدونیم چی اینا اومدن بگیم، ما هیچی نمیدونیم، چی باید بگیم بهشون؟ چه بحثش آروم باشه دیگه، من یه بچه 6 ساله تو خونه دارم خیلی بهتر از شما رفتار میکنه. بچه شما رو میگه بفهمه بچه تون دردن با جام سرما صحبت کنه. خب از تو چرا قبل کریس میبری؟ اونم بندوزه همه ما تو این قضیه درگیر بوده. خب اون تو سر کسی بود که به دکتر دادی زنگ زد. از صبح اینجا همه یه دور به دکتر دادی زنگ زدن. چی داره میگی؟ اصلا شاید دادی به پلیس زنگ زده. دو تا پلیس دارن میان اینوری. بیا دو تا پلیس دارن میان اینوری. الان روز از نو روزی از نو. دیدی چی؟ من متوجه شدم. بابا ببین حواستون باشه، پلیسا نمیتونن چارلی رو ببینن. چارلی تو اتاقشه. بعد از اون بعد چارلی هم نباید بیرون که وقت نباید بیاد بیرون که وقت پلیسا رو ببینه. یعنی نه چارلی باید بیاد بیرون نه پلیسا باید برن تو. پس ما یعنی باید چی بهشون نگیم؟ نه، ولی باید شرافت خودمون رو حفظ کنیم، در مسیر قانون باید بمونیم. ولی طبق ماده 514 قانون مجازات اسلامی باید در مسیر چارج کدوم چارج با پلیس بدن. صبر کنید، صبر کنید بابا، الان وضعیت اینجوریه که اونا میخوان راجع به شلیک ازم بپرسن، ما باید بفهمیم که چی میخوان جوابشون رو بدیم. خب من فهمیدم، من دوباره فهمیدم. ما بهشون میگیم که ما هیچی نشدیم. منظورت اینه که بهشون دروغ بگیم؟ ما در چارچوب چه چیزی باید قرار بگیم؟ حالا اون امشب جواب نمیده، شاید یه وقتی دیگه جواب میداد. من یه فکری دارم. ما نشنیدیم صدای شلیک و چون ما کریم هفته یه بارم بیشتر هم دیگر رو نمیبینیم، واسه همین صدای شلیک و نشنیدیم شد درش کل هفت دادم بودیم. اصلا خودم فهمیدم. ببینید ما داشتیم برنامه هیتلر رو تماشا میکردیم، وقتی هیتلر داشت به الیلو بمبارون کرد، ما به خاطر صدای بمب صدای شلیک و نشنیدیم. وای بابا داستان هیتلری وجود نداره، من همه چی واسه گول زدن این الاغ ساختم. دیگه از این شهر نمیتونم دارم برات کنم. با پلیس ها کله؟ کله؟ برو در باز کن. نه، من موسیقی هم من نمیتونم در باز کنم. موسیقی؟ خودشه. چی خودشه؟ میتونیم بگیم داشتیم به صدای موسیقی گوش میدادیم و صدای شلیک ها رو چی نشنیدیم؟ پدر موسیقی مزید. خب قبل از اینکه موسیقی بذاری یه چیز دیگه هم هست. بچه ها ما به یه چارلی نیاز داریم، اگه لازم بشه. اگه لازم بشه پلیس باهاش صحبت کنه. پلیس نمیتونه با چارلی صحبت بکنه، ولی اگه یه نفر نخواد چارلی رو بازی کنه. حق با ایشونه. چارلی الان تو وضعیتی نیست بخواد برای پلیس شهر بده چه اتفاقی افتاده. منم با کم موافقم. یکی از شما سه تا برید چارلی بشید. بله. شما کجا میرید مثلا؟ خب راستشو بخواید من تا حالا صدای شلیک نشیدم. تا صدای شلیک. وای بچه ها هممون تو این قضیه شریکی. ببین یه بازی انجام میدیم، یک دو سه میگی انگوش میاریم، یا یک یا دو، هر کی با بقیه فرداش اون میشه چارلی. یعنی چی؟ یا بازی رو خوبی بیا چی؟ یک یا دو؟ آره اون رو پشت در. خب همه آمادن؟ با شمارش من یک دو سه. لنی چی چیه لنی؟ با یک اولی تو دو اول آقا بخیال این یک کلوفته چیه؟ لنی آقا یک باریک یک باریک باریک یک کلوفته یک باریک یک کلوفته آقا بس 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 داور بیاریم داور بیاریم داور بیاریم داور بیاریم نه این دوی بازه، شما متوجه نیست. آره دوی بازه. آقا شما دو بود. آقا بیا برو چون یه بار چونه شدم میترسم. حالا میگیرم چونه میگیرم. کله نه نه شما بشید. شما خب چالی مونم رو شد. کله موسیقی رو بزن. حکی نداره دیگه. الان خوشحالی کلاه رو دادی؟ خب بزن در موزیک رو بزن. موسیقی
ببخشید نمیخواستم در حضور باز کنم. خب چی زنگ زدی؟ 5 بار زنگ زدم. هر بار 5 بار زنگ زدم. 5 بار زنگ زدم. جام سرم 5 بار تا حالا در این خونه نخورده اصلا. اصلا میزدم به خاطر اصلا در موسیقی نتونین صدای زنگ بشه. موسیقی این موسیقی این چی نشید؟ خب حالا چی خدمتی از ما ساختتون؟ یه تحقیقات معمولیه. من سروان پلشم. اینجا خونه شماست؟ خونه شماست. او بیخوام. از شما. جناب سروان. ببینید شما میشه بپرسم این سوالا برای چیه؟ بهتون میگم چند تا سوال دارم. اول از همه میخوام بدونم صاحب این خونه کیه. خب فکر کنم موافق بریم باشه که شما اول ما بگید سوالا برای چیه تا ما بتونیم به شما پاسخ صحیح رو بدیم. شما وکیلی؟ پس به عنوان یک وکیل میدونید که مجبور نیستید جواب سوالات منو بدید. ولی من خوشحال میشم یک نفرتون همکاری کنید و بگید صاحب این خونه کیه. آقای چالیبوک. آقای بروک. خب آقای بروک اینجا؟ من میخوام آقای بروک صحبت کنم. نه اینجا مثلا سگشونو بگردونم. حالا حالا هم بر نه نمیگرده چون سگش این پا کوتاهت خدا ببینی جناب سروان آقای بروک سگشونو دور دادن الان خونه برگشتن بله بخت مناسبی نیست جناب سروان ما وسط مجلس رقص و پایکوبی هستیم. بله 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 مناسباتش چیه؟ دامی سالگرد ازدواجه آقا خانوم ببینید چند تا سوال کوتاه دارم فقط یک دقیقه میخوام خوابن آقای بود خوابن؟ وسط جشن سالگرد ازدواج؟ ببینید جناب سرما من خب افسردگی گرفتن آقای دکتر قرص زدن خوابیدن خب من از اون خانومه بود نه که خانوم ندارم خانومشون نیستن خانومشون نیستن ببین آها این چی شد چون خانومشون نبودن آقای بروک افسردگی گرفتن خب خانومشون کجان کجاشو که لگن والدهشون شکست کنه بیمارستان اصلا جشن سالگرد ازدواج کسی دیگه نبود ببردش بیمارستان اونا تو کالیفرنیا زندگی میکنن کالیفرنیا ببینید قضیه یه لگن وال سیگیله با دیگه یکم پیچیده است بله آقا شما میدون چیزی شده؟ من؟ شما بله میتونم اسمتون رو بپرسم؟ منظورت اسم منه؟ بله اسم جناب عالی ببخشید من از دعوا هم داره خوب میاد نمیتونم شما رو درست ببینم آقای عزیز مجبور نیستید ببینید تا اسمتون رو به من بگید ها؟ اسمتون چیه؟ اسم شما چیه؟ ببینید شما بی خود به ایشون مشکوکید هنوز به ما نگفتید قضیه چیه؟ بهتون میگم میتونید بگید سال اون بیه بگید درون کارتو کیه؟ شوهر من شوهر شما؟ خب اسمشون خانم میتونی جواب ندی کنر جان اسمشون خانم لنی، لئوناردو گانس. آقای گانس، خب آقای گانس خونن، من میخوام باهاشون صحبت کنم. اعتراض دارم. من قاضی نیستم، اینجا هم دادگاه نیست. اعتراضت وارد نبود. اصلا شما به من گفتی این سوال برای چیه؟ من نمیگم آقای گانس کجاست. یا همینا میخواستی قرار کنه؟ پلیس. بهتون ببینید، به ما گزارش کردن. من نمیدونم چرا همیشه با این محله مشکل دارم. ساعت 8:50 دقیقه امشب یک تصادف ماشین در تقاطع خیابان‌های 12 و 14 رخ داد. بین یک پورشه قرمز رنگ 0 کیلومتر که تازه پلاک نیویورک شده و یک بی ام و 14 0 کیلومتر. و ما می‌دونیم که اون بی ام مقصر نبوده. به خاطر اینکه اون پورشه در ساعت 8:15 دقیقه جلوی یک نمایشگاه اتومبیل به سرقت رفته. حالا میون شماها کسی هست که به ما بگه صاحب اون پرشه کی بوده؟ خب من از کجا بدونم؟ اون متعلق به معاون شهردار آقای چارلز بروده که امروز به عنوان هدیه ازدواج از طرف همسرش مایرا هدیه گرفته. به نظر شماها این به عنوان هدیه سالگرد ازدواج هدیه عجیبی نیست؟ نه خیلی عجیبی. ها
جناب سرمان، یعنی شما فقط برای یه پرسش و پاسخ در مورد تصادف تشریف آوردین؟ بله درسته، من میخوام با آقای گان صحبت کنم. اگر نیستن میخوام بدونم ایشون کجا. خیلی هم خوب. ببین شما میشه چند دقیقه بیرون منتظر بمونید؟ خانم گان موکل بنده هستن. ما قبل از هر پرسش و پاسخی میخوایم با هم مشورت بکنیم. اجازه حقوق ماست. فقط 5 دقیقه با. بچه‌ها ما به یه لنی احتیاج داریم. راجب چی صحبت می‌کنی؟ خب ببینید الان اگه پلیس راجب شدیک کنی چی نمی‌دونه، فقط می‌خواد راجب تصادف بپرسه. خب بعد لنی داره نقش چارلی رو بازی می‌کنه، پس نمی‌تونه نقش خودش رو بازی کنه. پس پلیس اگه بخواد با لنی صحبت بکنه یه نفر از ما باید لنی بشه، چون لنی قرار چارلی بشه. از طرف پلیس بخواد با چارلی صحبت کنه، لنی باید بیاد به جای چارلی صحبت کنه. اوه تو زندگی واقعا می‌فهمین چی میگه. ما همون بازی رو دوباره انجام میدیم دیگه. آقا ولم کن با این مسخره بازی، سنی هم من گذشته. خانم بیا اشکال نداره خودمون درستش می‌کنیم. بیا بلد نیستم. بیا عزیزم ببین باید بازی کنیم. خب بعد هر کسی که اون انگشتش مثل اون یکی نباشه شوهر اون لنیه، ولی شوهر من لنی. وای عزیزم حالا تو زن گلن باش. خب یک وای عزیزم باید یه انگشتتو نشون بدی. میتونم گوشوارام توشه. عزیزم یه دونش کافیه. یه دونه بسه. بعد برو. خب یه بار دیگه. یک دو سه. وای عزیزم ایراد نداره. من لینی میشم. یکی بره در باز کنه کلره یکی. خوشحالم که دوباره مشغول موزیک نیستی. خب، حالا آقای گانز کجا؟ آقای گانز همینجا هستن. من لئونارد گانز هستم. شما؟ چطور 5 دقیقه طول کشید تا اسمتون رو به خاطر بیارید؟ آقای گانز؟ هیچ وقت با عجله جواب ندید. دانشکده حقوق هاروارد. برافو! آروم باشید. هیچ وقت به کسی که نمیدونه اینجا هست یا نیست اعتماد نکنید. دانشکده پلیس. برافو! آره شما من همسر دوست ایشونم. شما اینجا تنها هستید؟ نه من با همسرم اومدم. ایشون اینجا؟ همسرم؟ نه رفتن خونه. پس یادم شبیه به یک مهمونی نیست. دیگه هر چیزی بالا پایینای خودش رو داره دیگه. آیگان پس تصادف بگیر با تمام جزئیات. میشه خواهش کنم چند دقیقه دیگه بیرون منتظر بمونیم؟ من هیچ وقت هیچ جا نمیرم. من همینجا میمونم تا از چیزی که براش اومدم سر در بیارم. اگه لازم باشه همه اعضای خانوادم هم میارم. راضی به زحمت نیستیم. فاتی بیا تو ببینم. حالا همکارم میاد مشخص
منو میشناسم. دست دیگه تو میدم. دستاش میلرزی. یه همون دسته که من نیم سر پیش دیدم. قربانی خودم مجرمه. اومده به قصد خراب از نگاهش معلوم که اومده واسه خرابکاری. اسم شما چیه؟ اسم شما چشم میشه؟ هیچی نمی جواب نده. هرچی بگی تو دادگاه میتونم برای لیت استفاده کنم. بابا چی میگی؟ این قبل نمایش داشت آب جو شورت میکشی. زنگ دیگه به کفشت نیست. پس چرا آب جو شورت میکشی؟ آقا این از اوناست که هر روز میرم انزاکادمیکا. تو اگه کاری نکردی؟ تو اگه موجه نیستی چرا یک بار بیسترو نرفتی تا حالا؟ یا ویتا نرفتی تا حالا؟ آقا بذاری من یه حقیقت رو بلدی مشخص بکنم. آب روی همچه بدنی رو باید کن. قربان خود مجرمه. بذاریم بگم. یه همون کسیه که در تاریخ دوم اکتبر سال 2017 میلادی توی صفحه فیسبوک ایزا پست سیاسی گذاشته. توی تقاطع خیابون دوم و پنجم پیدا شده و سارق رو هم دستگیر کردن. مرکز با پرونده مکتوب است و سریع به مرکز برگردید. خوشبختانه مثل اینکه مشکل حل شد. ببخشید مزاحمت شدم. از زیارتتون خیلی خوشحالم. ببخشید. آنو از فقط چند تا سوال مونده من فردا مشاوره می‌کنم. خدا دیگه تشریف میارم. خدا فرمان سلام بده. قربان شما. من گلن، گلن کوپر. آه آقای کوپر، آیا تو تلویزیون هم؟ چرا؟ من به تازگی نامزد سمعی ایالتی شدم. آه دیدم یه مصاحبم با تلویزیون پی پی اس کردم. چرا اینقدر میترسیدید اسمتون رو ببندید؟ راستشو بخواید، به عنوان یک سیاستمدار هرگز نمیخواید خودتون به این کارا کشیده بشید. البته شما که درگیر این جریانات نبودید، تصادف هم شاهدش نبودید، در این نداشت نگران باشید. نه نه نه، من شاهد هیچ تصادفی نبودم، حتی صدای شلیکان هم نشیدم. چی؟ شلیک؟ کدوم شلیک؟ آقای کوپر، کدوم شلیک؟ شما بود صدای شلیکایی بود که موقع تمیم گریز پلیس شنیده شد. آقای کوپر، اون اتفاق 12 کیلومتر اون طرفتر اتفاق افتاده. شما شنوایی طبیعی داری؟ خب؟ کنم یکی از شما مخواد در مورد شلیک ها توبیتی بده. بله بله، 14 صفحه پادی بکشم. بله 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 چشم حتما حتما درستیم. مچکرم مچکرم باید. قربان میگن که همسایه ها گزارش دادن توی شماره 1257 خیابون کیل صدای تا شلیک رو شنیدن. دقیقا اینجا برکه 1257 خیابونه کیه؟ دوباره سر از اینجا در بود. خب؟ کی میخواد در مورد شلیک ها توضیح بده؟ گویا مهمونی خوبی داشتی.
حتما شام خوبی هم خوردی. خب اگه ممکنه میخوام با خدمتکارا صحبت کنم. اینجا هیچ خدمتکاری نیست. هیچ خدمتکاری نیست؟ پس کی آشپزی کرده؟ من. شما خانم؟ اسمتون خانم؟ کی؟ اسم واقعیتون خانم؟ جناب سرور اسم واقعیمه. تا دو تا خواهرم دارم اسم کندی و تافی. آقای گانس؟ خون خون نفترمان سر شام با چنگال خودمو زخم میکردم. آقای کوپر شما هم با چنگال اینجا تونو خونی کردید؟ من؟ بله فکر کنم به لباس لنگ کشیده گلن دن چه خواهی جالبی هم دید؟ تصادفیه جناب سرمان. دقیقا اسم منم بنه. و شما خانم چی کار هستی؟ چای شیرونی میارم. منظورم شغلتونه خانم، شغلتون. شغلم؟ به حالت. نمشون خواهد بکارت ازا تو بچی میرم یه دختر یه پسر میرم. بدونم دوتا دارم. هم شما خانم و هم بقیه‌تون. میخوام یه چیزی بگم بدونید. من هیچ کدوم از حرفای شما ها رو باور نمی کنم. و فکر میکنم یک نفرتون یا همگیتون دارید سعی میکنید یه چیزی رو از من مخفی کنید. من چند تا سوال دارم و برای سوالاتم جوابای منطقی میخوام. جوابایی که منو نخندونه. جوابایی که باور کردنی باشه. اول از همه میخوام آقای چارلز بروک رو ببینم. شاید اصلا الان دو تا گوله تو شکمش باشه. الانم بهتون 5 ثانیه وقت میدم. فقط 5 ثانیه وقت دارید برید و بیاریدش پایین. وگر نه ظرف 2 ثانیه پیداش میکنم. بشمرم یا میاریدش. نه سب کنید ارنی که بخشید بیتیم زنگ بزنیم بگیم چارلی از بالا بیاد پایین و خودش همه داستان توضیح بده. قاعدتاً میتونیم بله شما زنگ بزنیم. من برم دوباره چارلی جا سلام احوال شما خوب هستیم؟ خدا شما میشتیم خوب بود برد نه چیزی نشده شما چرا اینقدر نه هیچی نیست آب سرد بزن خوب میشه چیزی شده؟ نه احساس میکنم موقتا کور شده نه میبینی شما خیال را میبینی خیال را میشه 2 دقیقه تشریف داریم پایین دوتا پولیس بکنیم و دوتا پولیس هستن دوتا سوال دارن دوتا سوال داشتیم خب بس در تشریف داریم پایین خواهش کنم. نه آقا تشریف بیارید پولیسه. تشریف بیارید. آقا تشریف بیار دیگه. چرا؟ چون تو دو آوردی. تشریف بیار. با این همه سرکار. آقای بلوک دوست صمیمی ماست. امشب اینجا دو تا گلوله شلیک شد. دو تا گلوله؟ ولی من اونا رو نشنیدم. ولی به اندازه تمام افرادی که اینجا نشستن و این صدا رو شنیدن مقصر شناخته میشن با اینکه این صدا رو چی نشنیدن میخوای کمتر راه نمایی کنی جناب سربان رو؟ این همه آقای بروک همه خودش میاد پایین و همه داستان ها رو از قبیل رفتن خدمتکارا و رفتن مایرا و صدای شلیک هایی که شد و من نشنیدم همه رو میاد سلام چارلی. حالی چطوری چارلی جان؟ خوش اومدی چارلی جان. سلام آقای بروک.
من سربان بلش هستم و ایشون همکارم سربان گاتلی. بفرمایید برای ما که امشب اینجا چه اتفاقاتی افتاده؟ بارنی؟ صورت جاتلی چیزهایی که من دیدم اینطوری بود که فهمیدم ساعت شیش بود که من رسیدم خونه. در واقع وقتی من رسیدم خونه، خانومم یعنی زنم، همسرم مایرا توی اتاقش داشت لباس میپوشید. بعد همزمان روزیتا آشپز اسپانیاییمون همراه رامون و خواهر اسپانیایی و برادرش یعنی پسر اسپانیاییش رومو تو آشپزخونه داشتن یه غذای چیز میپختن دیگه، یه غذای اسپانیایی، یه غذای ایتالیایی میپختن. توی این بین من گفتم خب من میتونم برم بالا پیش همسرم، برم پیش همسرم باهاش صحبت کنم، شب سالگرد ازدواجمونه. همینطوری که داشتم از پلا میرفتم بالا و همینطوری که داشتم میرفتم بالا، یهو چیز کردم، یهو به خودم گفتم، یعنی در واقع من به خودم گفتم که شب دهمین سالگرد ازدواجمونه، من چقدر عاشقانه همسرم و دوست دارم و چقدر بهش علاقه زیادی دارم. عطر یه براش خریده بودم کادو که پارسال شب کریسمس رو خریده بودم، از عمو رو خریدم چون بوش منو دیوونه میکرد. بعد همینجوری رفتم که در اتاق رسیدم، یعنی زمانی که من در اتاق رسیدم در زدم تق تق تق، در که زدم در باز میشه، مایرا تو اتاق، همینم تو اتاق، هر دوتامون تخت میشیم الان دیگه نمیشیم. ساعت هشته هوام تاریکه، و همینطور که من مشغول فقط صحبت کردن بودم، اینطوری بود که یهو یه صدای در دیگه شنیدیم، تق 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 تق. بعد من رفتم به سمت در، درو باز کردم، پشت در یه پسر جوان غریبه اسپانیایی واسه با یه چاقو خیلی بزرگ توی دستش. مایرا که چاقو رو دید جیغ زد، خیلی ترسیده بود، برای همین منم ترسیدم، به سمت اسلحه رفتم که کنار تخت بود، اسلحه رو برداشتم، دوباره برگشتم تا زندگی زنم رو نجات بدم. اون پسر خیلی ترسیده بود، برای همین داد زد، یو کوینت سه دبل انتی کیلا این کوینت مینوته. منم که اسپانیایی بلد نیستم، یعنی من اسپانیایی بلد نیستم، اصلا نفهمیدم اون پسر منظورش چیه، یعنی فهمیدم اون پسر رومو بود، من نمیدونستم که واقعا رومو پسر آشپز اسپانیاییمونه و اومده بپرسه که غذا رو کی باید آماده کنن، و اون چاقو فقط برای خرد کردن سالاده، برای همین خیلی ترسیده بودم. مایرا هم همینطور، تصمیم گرفتم به سمت شلیک کنم. وقتی که میخواستم شلیک کنم خیلی استرس داشتم، مایرا ترسیده بود، برای همین دست منو گرفت کشید و تخ تیر درست خورد توی لاله گوشم و خون لاله گوش ریخت روی لباس خودم و روی پیراهن مایرا. اون پسرک خیلی ترسیده بود جناب سروان، برای همین بودو به سمت آشپزخونه رفت و رفت به سمت آشپزخونه و به روزیتا و رامونا میگفت که ماما زیتا ال کوید لوکو دیپورتیو لا کرونیا کوید بان بان. این یعنی این که مردک دیوانه به خودش شلیک. بعد مایرا خیلی ترسیده بود، اولین صدایی که ما بعد از اون شنیدیم صدای ماشین بود، برای همین مایرا بودو به سمت در خروج رفت تا جلوی روزیتا رامونا و رامو رو بگیره، بخاطر اینکه از اونا میرفتن هیچ شامی در کار نبود، اما اونا خیلی زودتر با ماشین آلفا رومو شو فرار کردن.
منم به سمت پنجره اتاق رفتم، هوا کاملا تاریک، هیچی نمیتونستم ببینم و از اون صدای ماشین فکر میکردم که یکی ماشین قشنگمو دزدیده، برای همین چی چی یه چیز دیگه هم تعریف کردم. بعد اون بودو رفتم به سمت در خروج تا برم دنبال زنم مایرا، اما مایرا بیچاره من چوب خون لباس ریخته بود روی، یعنی خون گوشم ریخته بود روی لباسش، بودو رفت توی زیر زمین تا لباسش رو عوض کنه، اما نمیدونم چراغ خراب بود یا چه اتفاقی افتاد و تلپ 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 رو پلاغ خورد زمین، بیهوش شد. منم برای اینکه اون پسر جوان اسپانیایی دوباره وارد نشه در رو بستم بدونی که بدونم مایرای قشنگمون تو تنها خوابیده. بعد اون بودو اومدم به سمت در اتاقم، یعنی اومدم داخل اتاق میخواستم یه قرص مسکن بخورم چون از درد لاله گوش داشتم میمردم، اما نمیدونم چی شد که یعنی چرا خون روی گوشم روی انگشتام ریخته بود و رفت توی چشم و قرص والیوم خوردم به جاش و قرص والیوم خوردم به جاش. همزمان صدای مهمونا رو میشنم که دارن منو صدا میکنن. خیلی ترسیده بودم اما هوشیاری مو از دست داده بودم و نمیتونستم چیزی بگم، برای همین تصمیم گرفتم تمام ماجرا رو مو به مو ریز به ریز بنویسم. همه رو شروع کردم نوشتن. بعد اینکه نوشتم دیدم اینکه بیشتر شبیه یه داستان خودکشیه و خیلی ترسیده بودم، برای همین تمام داستان رو پایین کردم و انداختم توی دستشویی و سیفون کشیدم. سیفون رو کشیدم برمان به خاطر اینکه برای دوستم گلن کوپر هیچ خود نبود که توی ماجرای خودکشی سهیم باشه. همزمان اومدم سمت بالا، یعنی مهمون رو داشتم میبرم به سمت بالا و هیچی نمیتونستم صحبت کنم. هر چقدر من رو صدا میکردم من نمیتونستم هیچ کاری کنم چون تقریبا از اون شفته بودم. برای همین آخرین باری که اونا اومدن و گفتن چارلی، من هیچی نگفتم چون من از هوش و این بود تمام داستان کذایی و همینقدر مطمئنم که این داستان درستی که اسم من چارلز بروکه. میخرمش چون ازش خوشم بود، باورش نکردم ولی ازش خوشم بود. منم همسرمو دارم و میخوام زودتر برم خونه. آیه بروک از اون گوش مواظبت کنید. سالگرد ازدواجتونم مبارک. دوستان ببخشید مزاحمتون شدیم. ما دیگه باید بریم. شب خوبی داشته باشید. سلام برسید. عادی بریم. شب بخیر. ببخشید فرمان. ببینم باید همچین دسته چرت و پرتی از کجا آوردن؟ از کجا در آوردن؟ خودم در آوردن دیگه، همش خودم گفتم. اینجا معلوم بود، خسته باشی ولی کی؟ همون موقعی داشتم صحبت میکردم، کلمه به کلمهش رو خودم گفتم. نمیدونستم دارم کجا میرم، ولی فقط میدونستم دارم میرم. آره دیگه، هرچی این منو نشنیده بودم و چسبیم دارم درست دستتو بدی. قشنگیش به همینه دیگه، میدونی چقدر لذت داشت؟ این یکی از بهترین دوران زندگیم بود. واقعا لذت بردم. جناب عالی یکی از عجیب ترین مخای هستی که من تو دوران کاری باش روبرو شدم. وای عزیزم، برسم اون زمانی که داشتم از ازدواجمون خسته میشدم دوباره عاشق شدم. بچه ها من یه سوال دارم، با من چه اتفاقی افتاده واسه چای و علی نه نه هیچ کس نرفته، همه همینجا هستیم. بله چرت و پرت. از سایه خدمت میرسید. بله خدا
دوستان چارلی آماده است همه داستان رو برامون تعریف کنه. بفرمایید. چرا خوب؟ برام داستانش به درازی داستان لنی نباشه.